درود و عرض ادب و احترام خدمت یکایک که شما دوستان و هموطنان عزیز، ویدئوی 13 دقیقه‌ای براتون آماده کردم چون توی کلاب هاست متاسفانه توی یکی دو روز گذشته فقط و فقط دارن اتاق میزنن و موضوع شناسی میکنن کسایی که ما الان داریم 3 ساله میگیم آقا کیا هستن، دارن وسط بازی میکنن و نفوذی های جمهوری اسلامی توی اپوزیسیون و یه عده اصلاح طلب حالا خودشون افتادن به جنگ همدیگه و دارن همدیگه رو افشا میکنن. البته افشا که فقط این میگه تو مزدوری، اون میگه تو مزدوری. بگذاریم، اتاقای اینا که 3-4 هزار نفر هم نشسته بودن و ببینن چه خبره، من یهو یه دعوت اومد برام و اومدم به خودم به جمعم، دیدم تو اتاق فالگیرا هستم و یه عده از آقایون و خانومهای فالگیر توی کلاب هاست بودن و من شروع کردم ضبط کردن. 13 دقیقه شو براتون آماده میکنم و امیدوارم که خوشتون بیاد. دلیل گذاشتن این ویدیو هم فقط همینه که اینو بگم دوستان عزیزم، چه خانوم چه آقا، اگر فالگیر میتونست برای کسی آینده رو پیش بینی بکنه، برای خودش کاری میکرد که نیاد از مردم بخواد یک قرون دوزار جمع بکنه به اسم فالگیری، به اسم پیشگویی. و حالا یه سری چیزایی هم که توی این اتاق میگن شم تراپی به قول آقایون و از این مزخرفات، خودتون بهترین پیشگوی زندگی خودتون میتونین باشین. همه ما خودمون میدونیم که چه کارهای اشتباهی کردیم، چه تو روابط دو نفرمون، چه تو کارهای اجتماعیمون، و اون تون اون کارها رو داریم میدیم که اگر یه جاهایی به مشکل برمیخوریم. معلم اخلاق نیستم و نبودم و نخواهم بود چون خودم 1001 ایراد و اشکال دارم، ولی این 13 دقیقه جالب بود. آخر سر اینم که خود فالگیران با هم دعواشون شد. قربونتون برم، زنده باد ایران و ایرانی و با شرف و لعنت به هرچی موضوع رو وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که به هر صورتی داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه، حتی با فالگیری و عوض کردن هوای مردم و حواسشون رو پرت کردن. قربونتون برم، دمتون گرم. دیگه همچین قیمتی داده، چون ماری امینی کسی بود که فیک بود، فالاش فیک بود، دروغ بود، یه دونهش رو واقعی نمیگفت. میومد زیر روم مثال خانم پریا، سرماهی، نگین، اکبری، اینا رو وای میستاد اسکرین رکورد میگرفت، دردای اون شخصی که تو روم فالش بود و میدید، بعد میرفت اینا رو نگاه میکرد. آقا اون کسایی که رو استیج پریا دارن میان کیه؟ رو استیج سرماهی میان کیه؟ بعد سوال طرف چیه؟ بعد جواب طرف چیه؟ مثلا سرماهی چه جوابی میده؟ خانم نگین چه جوابی میده به سوالش؟ نمیدونم پریا، نمیدونم درویش، نمیدونم اکبری چه جوابی میده؟ بعد هم اونا رو میومد به یارو دوباره میگفت. خب یعنی یه حالت ریپیتی بود اصلا این آدم. خب که من واسه این آدم، من باز هم بارها هم میگم هر کسی هم که میخواد ناراحت بشه از من بشه، ربطی به کسی نداره. افشاگری ماری امینی رو واسه اولین بار تو کلاب‌هاست با 3 تا روم موازی پشتم من آوردم بالا و افشاش کردم. تمام فیشای واریزی از تمام کشورهایی که واسهش واریز کرده بودن این آدم دروغ گفته بود و من افشاش کردم و بازم میگم. خب پس هر کی میخواد ناراحت بشه از من بشه، اصلا برام اهمیتی نداره، میخواد منم بلاک کنه. خب من میرم فردا با یه اکانت 0 دیگه میام، شما منو نمیتونید پیدا بکنید، با یه اسم دیگه میام مثلا. ولی که این بود مسئله اصلی من پریا، این بود که آقا یه چیزی میخوام باشه که اگه طرف میره یه فال کلی بگیره بفهمی که آقا این آدم داره دروغ میگه. میدونی این کار حکایت ماری امینی نشه که طرف آدم دروغگویه، فقط پول گرفته و هیچ کاری نکرده. بعد این صدمه به شماهایی که 4 تا آدم فالگیر درست حسابی کلاواسی داره میخوره، در چش شما هم میبینن یه همچین اتفاقی هم مثلا واسه شما میفته. مثلا میگن آقا فلانی هم فیکه، ایکس هم فیکه، ایگرگ هم فیکه. این منظور حرف من به شماها نبود، به اون شخصی که داره دروغ میگه بود.
اگه من از یه مبلغی دیگه خیلی بالاتر بود دیگه بدون طرف داره دروغ. اتفاقا ماری امینی قیمت فالاش زیاد نبود دیگه، نهایت 300-400 تومن بود قیمت. ببین اینکه بحث اینه که تو اگر یه پولی بگیری خب در قبالش به اندازه اون پولی که گرفتی کاری انجام بدی و اون طرف راضی از اون پولی که بهت داده تموم کنی اون داستانو، این یه بخشه. به هیچ عنوانم اون پول نه حرامه نه کلاهبرداریه نه هیچی. ماریا امینی چرا انقدر رسوا شد؟ به خاطر که پول میگرفت کار انجام نمیداد، پول میگرفت فلان قیمت شمتراپی بهش آموزش میداد برو این کارو بکن اون کارو بکن. خب آخه آدم احمق اگه اون طرف میخواست این کار بکنه تو کلی ویدیو تو یوتیوب هست بره شمتراپی یاد بگیره. شمتراپی بسته با انرژی اون شخص داره، کار انجام نمیداد. خب دلیل کلاهبرداری یعنی تو پولی دریافت کنی در قبالش کاری انجام ندی. ولی که تو مثلا میگم یه نفر خب فالاش چقدره؟ 200,000 تومنه. بعد میاد میگه من فال میخوام، میگه مشخصات بذار، 5 دقیقه بعد وایس میذاره میگه خب من فال تو گرفتم تمام شد و رفت. خب این فرق میکنه با شخصی که تماس تلفنی میگیری، یک ساعت و نیم داری با طرف حرف میزنی، براش فال میگیری، فالت 1 ساعت تو داری برای اون طرف حرف میزنی، به حرفاش گوش میدی، براش توضیح میدی اینطوری و نمیدونم چندین فال مختلف میگیری. اینا با هم فرق میکنه. منم میتونم بیام 50,000 تومن بگیرم 5 دقیقه یه مزخرفات به یه طرف تحویل بدم بگم اینم فالا تمام شده رفت، بعد بگم وای چقدر پریا چقدر کمه، قیمت پالاش چقدر ارزونه، ولی این کارو نمیکنم، خودم رو زیر سوال نمیبرم. مثل کسی که داره توی یه نقطه از شهر تو بهترین نقطه توی پاساژ خوب داره جنس میفروشه یا یکی داره دست فروشی میکنه. من این کارو نمیکنم قطعا. مرسی که گوش دادی. درسته ولی 300-400,000 تومن نمیگرفت ماری امینی. فیشایی که من ازش دیدم اون فیشای فالش اصلا نیست، فیشای شمتراپیشه، فیشای کارهای دعاییشه. خب اون فیشایی که دیدی فیش فالش نیست، فیش شمتراپیشه. من یه چیز رو بگم. اولا اینکه به طرف میگن شما یه سری کارها رو انجام بده برای اینه که طرف انرژی طرف رو ببینه. یعنی زمانی که مثلا حالا ما آقایون رو بگیم، ما آقایون که نمیتونیم یه خانم رو برداریم بیاریم تو خونه خودمون که شمع تو را پیش کنیم بخوایم باسش کار انجام بدیم، و اینکه بخوایم ما از دورا دور بخوایم این کار را انجام بدیم خیلی دیر طرف جواب میگیره برای این کار. اینکه به طرف یه سری کارها رو میگن که انجام بدید فقط برای اینکه زودتر بخواد طرف جواب بگیره و اون انرژی رو بگیره، حالا از شمع تراپی یا از هر کاری که انجام میده. فقط شمع تراپی نیست، کارهای دیگه هم هستش که میگن حالا طرف باید انجام بده. اینکه حالا 20% 30% کار رو به طرف برمیگردن میگن انجام بدید، به خاطر اونه که اون طرف انرژیش برگرده با اون طرف که داره کار باسش انجام میده، همزمان انجام میدن جواب بگیره. به خاطر اون نیست. حالا بعضی ها هم شاید به قول شما کار رو انجام نمیدن و حالا بحث ماری امینی هم نیست، اصلا قرار نبود ما امشب تاپیک بدنیم که اسم کسی رو بیاریم. حالا 2-3 تا اسم آوردن، قرار نبودش که اصلا اسم بیاریم، کلان اون کسی که خراب بخواد بشه. اسم بیاریم آقا، اسم بیاریم. چرا آقا تو باید طرفی که ببین یکی اکبری مثل تو گوش بده، یه چیزی من بهت بگم، یکی مثل تویی که میگه اسم نیاری، یکی مثل خانم نگین، یکی مثل پریا، یکی مثل ایکس، مثل درویش، مثل این آقا، کسی که میگه اسم نیارید خود اون شخص داره باعث میشه که کار خودش خراب شه. شاید اینجا بزن بشتستن نرم تو قوم طرف بود. شاید من اینجا 4 تا دشمن دارم، خب دوست داره منو خراب کنه، خب لذت میبره از این که بخواد منو خراب کنه. من دارم اینو میگم. ببین اگر قراره به تخریب باشه، خب آقا با تخریب مشخصه دیگه، اسم تاپیکو میداریم تخریب. آقا اسم بگید. خب اینجا همه میتونن 4 تا اسمو بیان عنوان کنن،
خب ما چه از کوچیک چه از بزرگ ما حرفی نزدیم، هیچ وقت هم این حرف رو نمیزنیم. اولا که کسی کسی رو زور نمیکنه بیاد آقا فال بگیره، کسی هم به کسی پیشنهاد نمیده که برو پیش فلان کسک. وقتی یه نفر خودش یه فالگیر رو انتخاب میکنه، میره پیشش هزینه میکنه، خودش اون طرف رو انتخاب کرده، نه من اکبری میتونم بهش زور کنم، نه فلان کسک، نه اون یکی، نه اون یکی. پس اون شخص خودش میره پیش اون طرف و خودش هم مسئول این هستش که حالا انتخابی که کرده آیا انتخاب درستی بوده، آیا طرف فیک بوده، آیا طرف جعلی بوده. اون مسئولش خودش اون طرف و این بحثی نداره راجبش. به خاطر اونه که ما میگیم اسم نهتم، نه من نه دختر خالمه، نه دوستامن اینایی که دارید اسم میبرید، نه اعتقادی بهشون دارم. آقا اکبر، شما تو بایتون نوشتید برداشتن تلسم، میشه بپرسم تلسم رو چجوری برمیدارید؟ اینو یه بار دیگه هم شما شخص... آره. باید نه. حتما اون شخص حضور داشته باشه کناره؟ نه. خب پس چرا میگی؟ همونی که برگشتم بهتون گفتم خب تلسم چجوری از چه راهی برمیداری؟ آره. گفتم 20% 30% کارو ما. آقای اکبری، تلسم رو با تلسم چیه؟ نه من سوالم یه چی دیگه است، یه چیز دیگه جوابمو میدی. میگم باطل. خب باطل است. الان من باید کارامو بیام اینجا توضیح بدم. نه برداری از کارم. نه داری ببین خودت داری نقص میکنی. میگی من باید بگم طرف کاری انجام بده. انرژی اون طرف انقدر بده. میگوسی منطقی نیستش. من کاملا منطقیه، چون انرژی اون تو میگه اون طرف باید کاری انجام بده. آره، انقدر آره اون طرف حالش بد و انرژیش بده که اصلا نباید کاری انجام بده. مثل یه بیماریه که مثلا بیمارستان بستری میشه، باید کاری من کاری انجام میده. مگه کوه بکنه که طرف نتونه کار انجام بده؟ آها، بشینه ذکر بخونه، شام تراپی کنه بر خودش، انرژی منفی خودش رو 10 برابر کنه. شما ببخشید چه جوری شام تراپی میکنید که با شام تراپی انرژی منفی میکنم؟ ولی اطلاع دارم. نمیگیری وقتی تجربه ندارید راجع به من تجربه نکنید. دارم الان انجام نمیدم. شما چند سالت خانم فریا؟ اصلا دیگه کرد اصلا چی؟ ببین چرا کارمو نمیاد توضیح بدم؟ میپیچونی. ببین پس چرا از من توضیح میخوای؟ خب بگو الان بپرس. تو داری میگی چجوری؟ دارم میپرسم دیگه، داری از من تو کارم رو توضیح بدم. نه با چه روشی؟ علوم غریبه شم یا متافیزیک؟ دو روشی. هیچ نوع کار قرآنی انجام نمیدم، فقط اینو میگم. هیچ نوع کار قرآنی انجام نمیدم، فقط با انرژی درمانی. انرژی درمانی با انرژی درمانی تلس برداشته میشه؟ آره عزیزم برداشته میشه. یکی شم تراپیه، یه سری کارهای دیگه هستش. خب اگه قرار باشه من بیام بگم، میشه مثل 2 سال پیش که کار ما اینجا، حالا ما شدیم بده روزگار. خب حالا خانم پشت هم نه اصلا بحث نیست، ما کلا اصلا الان میگه شم تراپی میکنم. من کلن جب اینجا رو قشنگ کلن حرفاتو نقض میکنی آقای اکبر. نه کلن اینجا من جب اینجا قشنگ دستم اومده، قشنگ میدونم یکی بخوان تخریب کنن 4 نفر با هم تخریب میکنن، اصلا مشکل نه. خدا رو شکر اصلا دیگه انقدر فضای کلاب هاوس برام بی خود شده، یه مش آدم بی خود، آدم که دید رفته یه دسته کارت خریده. اگه من نگاه کنیم بچه اصلا روم نمیارم بالا، هفته ای دو آره. هفته ای روم نمیارم بالا. ما هم خیلی وقت روم بالا نمیارم. به هر حال خب دیگه آره بحث این نیست داری. دیگه شما الان خودت تو کلاب هاوس من اومدی روم بالا آوردی، نمیدونم به هر دلیلی جلب توجه کنی. نه من نیاوردم، آقای شیخ علی آورده. ما اینجا مهمانیم، پسرخاله کسی هم نیستیم. خود دارید میبینید از شماها بیشتر اینجا داره تعریف میشه، اصلا اسمی از ما نیستش اینجا. پس اگر قرار باشه به اینجور چیزا باشه، من باید گله کنم که برگردم بگم شمایی که اینجا هستید پس دعوت شده هستید اینجا. پس اگر من حرفی نمیدارم دلیل نمیشه. ولی شما از من یه سوال میپرسی، میگی چجوری؟ میگم یکیش اینه. ولی نمیام 70% کار دیگه همون توضیح بدم که کپی برداری شک کارم. خب اصلا من هیچ کاری نمیکنم. خب قربون خدا برم دستم میکنم رو زمین، طرف حالش خوب میشه. خوبه نتیجه شد، نتیجه از حرف من اینجوری بگی. خب تبریک میگم، شما یه کلاه بردار. کلاه بردار توی که به من میگی کلاه بردار. خب حرف دهنتو بفهم. اگر یکی اومد برگشت آقا چرا الان بی احترامی نباید کنه شیخ علی؟ که
چرا الان به هم میپرید؟ من نمیفهمم. آخه من دو سال تو کلاب هاستم همچین چیزی و من نشتم یکی بیاد بگه ناراضیم. این بیاد تو روم برگرد و بگه تو کلاه برداری؟ مشکل داره طرف. یکی بیاد دیگه تو این تاپیک این همه آدم نشستن. یکی بیاد بالا برگرده بگه آقا من تو این چند وقت از این طرف کلاهبرداری دیدم، مشکل دیدم. دو تا فیش بیاره، دو تا حرفی بزنه که منطقی باشه. ولی این که طرف نمیتونه حرف بزنه بیاد اینجوری بخواد جواب آدمو بده، زور داره واسه آدم دیگه. منم باید برگردم بگم آخه تو که 17 سالته چه تخصصی داری؟ از کجا به این قدرت رسیدی؟ کجا ریاضت کشیدی؟ تو شکم ننت ریاضت کشیدی؟ چند سالت بوده؟ ریاضت اصلا میدونی چیه؟ بدبختی اصلا کشیدی که تو میشینی واسه مردم نصایح میدی؟ تجربیاتت میدی؟ کدوم تجربیاتو تو داری؟ کدوم از کجا تجربه گرفتی؟ تو 17 سال زندگیت تو اصلا 20 سالگی رو ندیدی؟ پس چه تجربه‌ای داری به دیگران میدی؟ از چه منطقی داری حرف میزنی؟ پس اگه من حرف نمیزنم دلیل نمیشه لال باشم که.